خیلی خوشحالیم در خدمتتون، افتخار داریم، متشکرم از شما. اگر اجازه بدین از جا شروع بکنیم که بی‌معطلی شما شروع جنگ کجا بودید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم جناب وفای لطف کردید، زحمت کشید تشریف بودید. من شروع جنگ در کرموشا بودم، اومدم خونه، هنوز گلزه و تنم در نمیم، ساعت دو بعد زد بودیم بمباران میشود، پایگاه صدای بمباران میادش، پنج خونه من خونه فرماندهی پایگاه منشستم من. بعد تمام صدای بمباران کشید، خونه بودم حجوم بودم سمت خونه ما، چون جنگلی بود تقریبا اطراف خونه ما، همه خانه بودم اومدن اونجا سیر درخت پناه گرفتن اونجا. ما تعجب کردیم، فکر میکنیم چیز بشه، چون احساس که بشه کودتایی چیز اتفاق افتاده. بعد که یه خورده به خدا آمدیم، من نگاه کنم نه کودتا نیست، افغان افغان ایراقیه، استفادهش با افغان ما فرق داره. این بود که خب بلتب نگران شده بود چرا باید اتفاق میفته، تعجب باید. ما روزه قبلش میرفتیم تو منطقه درگی بودیم با ایراقی ها، میرفتیم موازه اونا تیراندازی میکردیم، اونا به ما تیراندازی میکرد، سرمرد برخورد میکرد برگش میدید، ولی احتمال هستی که بیاد روز که به بمباران بشه و به پایگ ما هم بکنن پیش می نمیکردیم ما. بعد ما من تنهای کاری که تونستم بکنم به خانواده خور دلداری بشون دادم، بی بچه هم کوچیکم، دخترم تازه اون موقع سال پنج و هفت پنج و نه بود دیگه شروع جنگ، پنج و نه بود، دخترم من سیجا چهار ماهش بودش، چون اردی بهش ما به دنیا چهار ماهش بود. دخترم خانم جان با هم سواری ماشین کردیم گوشم تو شهر که دوستام که امنیت بشه و فرستاد بیا تهران، اونو با هم بخوام به تهران، خودم سری برگشت پایگاه. خب این اتفاق توی پایگاه هوانی روز کرمانشاه افتاد، کرمانشاه بود بله، که اون موقع مثلا خلبانای مثل شیرودی اونجا بودن، آره سهیلیان اونجا بود، همه اونجا سوق ساکن. من یه سری اسم دیگه هم بگم شما ببینید، اینها ما یا اونجا بودن، مثلا علیرضا حراف اون موقع نه حراف نه حراف باز اسمان بود، حراف اسمان. بعد شمشادیان باشه، شمشادیان بود اونجا بله، شمشادیان پلی ما بودش، پیشکادی هم پلی ما بود اونجا، عبدالله نجفی نه عبدالنجفی اسمان بود، عبدالنجفی هم. بعد یه خلبان دیدم غلام رضا علیزاده نیلی اونم اسمان بودش، اونم بعد سلمان بود در اسمان. خب ببینید پس اون مقطع شروع جنگ یه در خلبانای کبرا و ترابری هوانی روز توی کرمانشاه بودن، یه تو اسمان بودن، جای دیگه هم پایگاه دیگه هم بود که باشن. چهار پایگاهش رزمی داشت که اولی پایگاهش پایگاه یکم شکاری کرموشا بود، بعد مچه سلما بود، بعد کرمان بود، بعد اسفهان بود. آقا من جسارت میکنم اسفهان بودش. بعد این بود که اسفهان رزمی ترین گروه کرموشاش بود، کرموشا بود که ما اولین سیر پیشروی خلبانای بود که کرموشا اعزام شدیم سال 55. با اونجا پنجمان که به مزگ انقلاب شد ما درگی با کردستان داشتیم، به پوشش کردی منطقه کردستان ما اونجا خلبان کرموشا انجام بدن، خلبان مثل شیرودی، مثل سوهلیان، مثل کشوری، مثل ارزم بزرگ که آیه علیپور، آقای خداوندلو، ارزم این هم اونجا بوده که کرموشا بودن، در اون آقای محمود بابایی، بعد ارزم بوده شما که آیه آسوار، این هم به کرموشا بودن، رزم بیدن گروه که گروه کرموشا بودن. من دقیقا شاید به مور اسماشون یادم بیاد بگم، نوک حمله هوانوش کرموشا بود، این رزم بیدن این با پایگاه یه رزمی اصلی هوانوش کرموشا بود که ما هم اون در خدمت شدیم. در ساعت اول جنگ ما بلا واسه خودمون بلوکاد پراکنده تو تنگی کنش پراکنده کردیم، تقریبا سه بعد از ظهر که دور بازی کم شد 3:40 بچه ما در سر برزاب نیروی هلیکوپتر اومدی کردن اونجا مستقر شد که آقای شیرودی و آقای اعظم بودوشون و پیشکادیان و آقای علیپور اینا تو منطقه آمده شدن که در این وضعی برانون رو براورد کردن که دیدن که نامون داره پایگاه عقب نشین نیروی دارن به سمت سر برزاب عقب نشین و دارن به سمت شهر اسلام‌آباد دارن میان اونجا، که وقتی نشست اونجا که آقای شیرودی با اون فرمانده پادگان آقای اتحادیه بود، با اونو یادم نیست فرامرز اتحادیه، فرامرز اتحادیه بود اونجایی که گفت چرا نباید برنگه گفت ما نفس بجود مقامت که مجموع بخواده که کرن سقود که ما هم بخواده که شهر سر بوده سقود که برنگه رو اقام بینید که تانکا و نفت رو از دست ندید که شویدی گفت نه هر که برگرده من میزنم برگرده روی برد که با تو هلیکوپترشون چند تا تانکای عراقی رو زدن، تقریبا نیروها در اونجا وارد سکون قرار گرفتن و نتونستن جلو بیان. این باعث شد که یه مقدار وقتی زدن اونجا آقای اتحادی به خودش اومد، خود جمع که با نیروهاش که نه نباید برگردن، اون جمع شدن اونا اتحادشون یه مقدار به خودشون اومدن بعد جمع کردن نیروها رو، یعنی آقای اتحادیه بر این بود که حتما در حتما باید عقب بکنید، عقب بکشید، چون یعنی اینو خودش اصلا به شیرودی نگفت که آقا منم با تو موافقم ولی مجبورم، یعنی خودش نه اصلا دستو عقب بشه خود به خود این کارو داشت می‌کرد، چون نمی نیروی نداشت، کنه عقب بشین کرده بود، کسی نبود جواز بود، ایران بود
حدود 200 تا تانک حمله کرده بود، از دشت شرقی‌زرایی داشت به سمت جلو میومد، جلو میومد جلو به سمت سربازا، ارتباط شاهنشین رو رد کرد دیگه، تو دشت زهاب بودن دیگه، دشت زهاب دید با سربازا ارتباطی فاصله بود 300 400 500 ارتباط فاصله داشتش که تانک‌ها در قرارات شهر سربازا به پادگان میزدن. بعد این بود که توپخانه ما نداشتیم بخوام جلوی اونا رو بگیریم، توپخانه تانک ما نداشتیم بخوام جلوی اونا تانک ما آمادگی نداشتیم، پیشبینی هم را نمی‌کردن حتی یه این بیخبر توی بیخسر رو رد بکنن و سربلبون کرن رو رد بکنن به سربلزاب برسن، حتی این پیشبینی نمی‌کردن اینا که این اتفاق بیفته. بعد که هلیکوپتر کبرا رفتن و چند تا تانکش رو زدن، اونا یه بود آرده سکون قرار گرفتن و تانکا دید ترکشون افتاد، اینا به خودشون اومدن که نه میشه جلوی اینا رو گرفت. بعد یکی تانکش رو نفر باشن اومده کردن رفتن جلو، که از فردا صبحش که کلن دیگه بعد آقای کشوری آقای شهپرست با آقای ارزم بوده شما که آقای شهپرست به اضافه آقای شاداب اینا هم هلیکوپتر تاو بودن در ایمان شاداب بودن که هلیکوپتر تاو آمده کردن و تاو آمده شد که دونه دونه تانک ها رو یکی یکی شکار کردن. یه تانک ها یکی یکی شکار کردن دیگه از اون فکر حمله از سرشون رفت دیگه بخواب بادیگار دستان نمیتونن از کجا رو میخورن این موشه که تاو وقتی هلیکوپتر میزد منهدم میشدن اصلا باورشون نمیشه اینا نمیفهمده که هلیکوپتر میزنه، نمیفهمه کجا چه اتفاقی داره براشون میفته، چون موشک تاف وقتی به تانک میخورد تانک قرمز بود بدنه یه هم موشک منوجه میشه میپرید بالا، اصلا احساس نمیم که هلیکوپتری هست، چون هلیکوپتر حالا ماسکینگ و ماسکینگ حالا قایم باشه که تیراندازی میگه پشت تپه سنگر میگیره میاد بالا میزد. این تنها تکنیک کبرا بود دیگه، تنها تکنیک کبرا، تنها تکنیک هلیکوپتر، بهترین تکنیک برای هلیکوپتر که بیزی شلیک میکنن یا یه جای ماسکینگ میان قایم میشن میان بالا میزنن پایین میرن. ببین نه چون یه چیزی هست الان این همین تکنیک قایم موشکی که دارن بله. از فاصله خیلی دور هلیکوپتر میتونه بزنه و برد تو به تانک بهش نرسه. ببین برد موشک 3 کیلومتر بود ولی بچهای خلبانه ما تاو بود، برد 3 کیلومتر دهایش بود ولی بچه این کار نمیکرد، میومد تا حداقل تا شاید 600 500 متری تانک نزدیک میشدن بس که ماکینه مطمئنم بزنه که میخوره به هدف. تجربه ای نداشتم، میخواد دقت هم میخواد با چش میخواستن میزون کنه که بزنن، چون اون موقع جوان بودن خطر احساس نمیکردن، فقط فکر میکردن که یه طور جلو حمله رو بگیرن، چون این حرکت تانک های عراق به سمت کمچه رو بگیرن بچه تا 400-500 میلی هلیکوپتر هم میافتن جلو که راحت بیه مسکن هم مسکن بودن یا بارد بیزی بار دولت بی آتش هم دیگر میبوشوندن و شلی میکنن به تانک های عراقی که جلو به تانک های عراق حرکت رو سد بکنن به سمت سر برزا و واقعا موثر بود که دیگه یواشوش که اتون به شهر سر برز بیش بعد نزدیک شناخت ارتباط اون بازیداران رو گرفتن که مساعد به شهر سربرزا بود که بازم تانک های هلیکوپتر ما گوهن نیرو پیدا که یه روز دیگه هفته است ما بود هفته است ما چون نیرو نبود که من جای گزین کنیم اینجا، چون سربرزا چندین بار ارتباطشان سر کوهای بازیدار چندین بار دست ما افتاد دست اونا افتاد چون ما نیرو جا به جا میشون چون نیرو نبود که مستقر بشه اونجا بودان بدون اونجا حفاظت بکنه. فقط این بود بای یه تیپ بازی گویی گورهان میورد پیاده میکرد چند روز مستقر میشنن بعد دوباره شکست و عقب نشینی می‌کردن دوباره جوی جوی می‌رفتن جلو. این بود که اولین باری که دیگه راحت اون ارتباط بازداشت کلا دست ما افتاد، کامل دست ما افتاد اردیبهشت سال 60 بود که البته بازداشت اونجا پیش افتاد به خدا رحمت کنه شیرده 8 اردیبهشت سال 60 از شرط تقریبا 12 شب به ما هشدار داد که عراق حمله کرده با 300 تانک داره میاد که مجدد هم ارتباط بازداشت رو بگیره همین که شهر سربرزا رو بگیره که ما از یه ورکاپ دیدار شب نداشتیم دیگه الیزور صبح زود برایش بفرمایید نفس سبونی خوردیم نخورده بخورده که بچه شیردی و آقای ارزم بزرگ که پیشگاه شیردی با آرش پرواز میکرد کابین عقبش بود این همون اتفاقی که همه زدن از پشت زدن از دیگه زدن شیردی خود بهمون سانه داد و آقای خداوندیاری با فرید علیپو پرواز میکردن بعد منم بالا پرواز میکردم آقای اسمان محمدی هم بودن که برای خودمون شیردی سانه پیش اومد که آقای اسمان محمدی زدنش بعد خدا ترکش مستقیم به گردنش خورد یکم به دوکه شلنون شوتل بکن به بغل افتاد زمین آقای خداوندلو و آقای فرید علیپور اومدن کمکش کردن از رکوب در آوردن که بعد خدا شهید شده آشیل شهید شده بعد آقای اسمان محمدی با آقای جواد امینی بردنش که موشه ما هم تو منطقه پرواز میکنیم تا چیز بکنیم بالاخره اون جلو تانگاه دشمن رو بگیریم چون تانگاه دشمن عملیات پاپ از این فرصت استفاده کرد سریعا داشت میاد جلو بعد یه خورده نورای نیروهای نیروهاشون دست وقتی شیرین سانه داد رویشون دست دادن اینجوری بود که نیروهایی به داد بچه‌ها رسید با بمباران سنگینش چون تماممون مدی دوره دیدیم به نام ام تی تی با آمریکا یا این تقریبا اون جنگ ویتنامو برای ما تقریبا تو منطقه پیاده که این تجربه بچه‌ها خلبان که خیلی تجربه داشتن و
با ارتفاع پس وارد منطقه میشدن، هیچ کس نمیدیدشون و تمام تانک‌ها و نفرات عراقی رو شکار میکردن میزدن و باعث شد که عراقی از این منطقه کلا غافلگیر شده در نظر با پرواز با سوال برای شما و حالا خلبان دیگر، آیا به آمریکا رفتیم برای دوره یا نه همه دوران تو ایران؟ همه دوران تو ایران ما دیدیم، همه دوران ما تو ایران دیدیم و بهترین استاد به ما آموزش دادن. اون تمام تیکی و جنگ ما از استاد ویتنامی دوره دیدیم. من استاد بود که جنگ ویتنام پرواز کرده بودش. خب استاد شما استادی بود که با همین 212 مثلا نه نه پرواز دیگه کرده بودم، من 204 پرواز می‌کردم. شما 204 من اونم با یو اچ ما پرواز کردم، چون اون موقع 212 204 نبود اون زمان، بعد 205 بود موقع، هم یو اچ ما یا 205 یوتیلیتی هلیکوپتر، هم 205 و یوتیلیتی هلیکوپتر. همون شروع جنگو که فرمودین شما با 214 من پرواز می‌کردم. 214 پرواز می‌کردم بله 214. خب مثلا توی اون برهه‌ای که شیرودی و همراهانش با ریسکیوشون می‌رفت منطقه. همین می‌خواستم شما آره ما با ریسکیو بود. ما نشون ریسکیو داره. ما موقع 214 گانر شما دوره گانر هم دیده بودیم، ولی از 214 به عنوان چون بود عجیبی بود به عنوان شکاری استفاده نمی‌کردن، به عنوان ریسکی می‌رفتن استفاده می‌کردن. می‌تونستن راکت آره می‌تونستن مسلسل برای شما ببندن بله، ولی چون بزرگ بود نسبت به کوبرا مانورش ضعیف‌تر بود از استفاده نمی‌شد، از کوبرا استفاده می‌کردن. خب دو تا اسم من بپرسم فکر کنم جا انداختیم. کشوری هم در برهه شروع جنگ تو کرمانشاه بله بله ایلام کرمانشاه بود نرفته بودن. نه کرمانشاه ایلام پایگاه نبود، کرموشا منطقه رو دو محور تا سه محور تقسیم کرده بودن، یکی ایلام بود، یکی گیلان غرب بود، یکی سرگلوزا بود، سه گروه پرواز می‌کردن اونجا. شمشادیانو در گروه اسلام محور اسلام پرواز می‌کرد، شیدی در محور سرگلوزا پرواز می‌کرد، کشبیدن من محور ایلام پرواز می‌کرد. ما سه دسته تقسیم کرده بودن منطقه رو برای خلبان‌ها که کبرا سه دسته سه گروه تیمی پرواز کرد که یه تیم سربازی کشوری بود، یه تیم سربازی ارزم شمشادیان بود، یه تیم سربازی شیرودی بود که این محور سربلوزا و اسلام‌آباد و ایلا و پوشش بود. پس سهیلی ها مثلا سهیلی هم جز تیم بود، جز تیم که سرپرست نبود. نه سرپرست نبود، جز تیم که با بچه پرواز میکردش که سهیلی ها در اون ارتفاعات در حمله بود، در ارتباط کورموش فکر کنم سانه را زدنش بند خدا شهید شدنش بود. عملیات محرم بود من پشتیبانی میکردم پشتیبانی میکردم برای در اون عملیات بند خدا رحمت در اون دوام جنگ بود با اون داورزاده صدور داورزاده بند خدا در رحمت خدا بیشتر بود تو آبان ما فکر کنم نه شمشاد نمیگم شمشاد سویلیان رو بیمار بودی آن سویلیان بله سویلیان بله شمشادان که بله سال 60 بودش 61 بود 61 بود محرم بود با آقای واعظی بود عبدالله واعظی بود که زدنش بند خدا که شهید شیرد بود چه کش شمجیدن به درجه شهادت نائل آمد بند خدا واعظی هم که واعظی هم جانباز بود 70 درصد سوختگی رو پیدا کردم میره بعد دیدیم شه نید زیاد باز جسم خوبی نداره ولی خودش میکشه برای خودش از در واقع به خودش زمینگیر نکرد با اون شهادت جسمی که داره هنوز به قول فعال داره ادامه تحصیل داد دکترش یه دکتر حقوقی هم دکتر پزشکی گرفت بعد مشغول کار شده شد ولی خب اون جزم گیر نکرد. حالا یه ماجرای ما تو شروع جنگ داشتیم اون که کبراهامون فقط یه دونشون تابش کار میکرد به این بورسایت نبودن هلیکوپتر به این باید تنظیمشو میکرد من اطلاعات راجع بود موشه که تاب هلیکوپتر کبرا نداره پرواز کردم با هلیکوپتر کبرا ولی اینجا اطلاعاتی ندارم من مثلا ولی این بورسایت نبودن نمیتونم دقیقا تنظیم بکنم تنظیم تیر نمیشه همین وایرکات میشد وایرکات میشد داره وایرکات میشد این موشه عمل نمیکرد بعد که اینو ببخشید شما به من یه کارشکنی میبینید مثلا نه نه نه, نه. هیچ آخ پیش بینی نمیکرد این کارا که آقای موفر ارزم بوده شما که یادم رفت اسمش به روز ناسی نژاد تخصص این کار بود که اومد از نشستم رفتن تو فصل کلیک بودن آماده کردن بورسات کرد کلیک بودن آماده کردن رفتن با آقای نریمان شاد و آقای شهرپرست سه روز اول جنگ فقط این هلیکوپتر تاو ما بود با اون گاهی هم این هلیکوپتر راکت انداز هم بود که این کبرا رو میرفتن میزدن و جلو تانکای عراقی رو گرفتن که اونش عملیت بازراز تونست به نتیجه برسه و هلیکوپتر کبراهای ما منطقه رو پشتیبانی کردن که دیگه به سمت سربرام نزدیک اصلا نشدن به شهر سربرام بعد فاطمه سربرام به هیچ نزدیک نشدن تو روز دوم ارتفاعش قبل از ارتفاع شاهنشین در شهر زرای سربرزا اونجا کلا زمینگیر شدن اصلا نتونستن به جلو. یه سوال در مورد راکت اینکه هلیکوپتر تاو حتما میرفت تانک میزد توی اون گروه آتش بود تو تیم آتش بود اگر فقط راکت میرفت آیا مشکلی پیش میومد؟ راکت برد راکت اون خصت میتونست هلیکوپتر منظم بکنه ولی کوچ که تاو میکرد نمیتونست انجام بده هلیکوپتر تاو اون راکت میزد هلیکوپتر برای اون
تانک منهدم کامل بود که راکت میگفت شدی شد تو از بین میبرد یا شاید اصلا صدمه نمیدید بغل هلیکوپتر بود مستقیم اگه راکت در واقع برجکش میخورد خب گاه هم شاید نمیخورد چون راکت ولی اون قشنگ با راکت هدایت میشد راحت میزد تانک ولی امکان راکت بغلش راحت بشه مثلا مواجه نشه حتی راکت مجاوری هم داشت که بغل تانک بیاد بشه مواجه میگرد تانک ولی اون کارایی مثل تاوا نداشت یه مشکلی هم وجود داره در مورد چیز واسه راکت و تاو ببینید تاب 8 تا فکر کنم میتونم 8 تا بله کبرا 8 تا تاب میتونه ببره دیگه بیشتر که نمیتونه ببره 8 تا میبرد هر سورتی که میره باید 8 تا بزنه برگرده ولی راکت هر پادش 19 تا میخوره 19 تا میخورد بله ولی خب کارهایی که ببین خطراتی که برای تاب راکت ملکوکر اون تاب باید درگیر مستقیم میکرد نمیتونه مسکین و مسکین بزنه باید میره رو دره میجنگی تانک ولی رو تاب میاد مسکین و مسکین شلیک میکرد میزد موشکش رو ولی اون ملکوکر که با پای راکت بود باید جنگی مستقیم با تانک رو دره میشه به خطرات بیشتری رو تهدیدشون میکرد خب حالا شما که ریسکیو بودین ما میگرد بالا سر ما بودیم دیگه پشت اونا میچرخید خب نگران این نبودیم که بخوریم چرا؟ بله خب بعد نه توی فاصله ایمنی با نمیستید نه دیگه نه با تقریبا فاصله 300 به 200 با گاهی پشت اونو پرواز کردیم همین کار هلیکوپتر ریسکیو خطرش اینه که هیچ سلاحی برای دفاع خودش نداره تو منطقه نبرد هست ممکنه بخوره الان بله همین کار میکردیم دیگه بعد بارا شد که اصلا زدن بچه ها رو زدن اتفاق براشون افتاد یعنی هلیکوپتر ریسکیو رو زدن آره تو افتاد براشون پیش اومد که بزنه هلیکوپتر ریسکیو حالا هلیکوپتر منهدم شد نه مثلا خلبان خلبان رو خیلی بلکم مثلا زدن تیر خود هلیکوپتر به کالیب 50 زدن به کالیب سبک زدن و به انقدر نزدیک به کالیب مثلا کالیب با کلاشینکو میزدن با جی اس میزدن با حتی اون جی اس با کلاش میزدن یا کالیب 50 میزدن ما رو با اسلحه کوچیک شما رو میزدن اینقدر من از این رفته خود شما برای آره برام بارا پیش اومده ملخ من ملخ هلیکوپتر تیر خورد بارا شد که نشستم تو منطقه تعمیرش کردیم بعد اومدیم عقب خودتون چی به خودتون خودمون نه خودم مستقیم تیر منطقه نه خب ولی سانه دادم توی عمل حادث سانه دادم باید شد 70 روز کما بودم تقریبا یک سال دو سال توی دوش کردم تقریبا تو گرد و گردن تو گشت بودم توی عمل حادث من سانه دادم خب آقا حالا یه برگشتی به عقب بزن شما متولد چه سالی هستی؟ من متولد 1334 هم 34 ماشاءالله بعد چه سالی وارد هوانیروز شدی؟ من عرضم به حضور شما که سال 53 خردادش من دیپلم داشتم میگرفتم عرضم بود دیگه منتظر دیپلم شما آگهی اوایل که دیدم وان سپتامبر تموم بشه همون شما دیدم نچر با اون به چیز یه گواهی پای دبیرستان گرفتم اومد من استخدام اول شدم من اینقدر من شه پرواز داشتم بچگی با خونمون با فرودگاه عراق خیلی فاصله داشتش از طرف عراقی هست عراقی هستم آره خونه ما با اون فرودگاه عراق خیلی فاصله داشت یعنی فاصله تقریبا فکر کنم مثلا از چند کیلومتر بعد خار و خاشاک و بیابون بود اونجا ما پاورن چند نیست 5-6 سال بود میمونی یه آقای هلیکوپتر شد از اولش که میشه از اونجا من تو منطقه حاضر میشدم تا این بلند شد اونجا بره بیادم با خلبان صحبت میگم من از این میدیدمش خب بالاخره عشق پرواز داشتیم دیگه این بود که سریع اون دیپلمارکی گرفتیم و آمدیم و مشغول وارد هفته شد و استخدام شدیم و اولا مشخص بود علاقتون چیه؟ آره من نه من تا هم با خود شیردی هم پرواز بودیم من شیردی جفتمون دوره مهم میدیدیم یه شب پرواز ما هم بگیم شب پرواز میگیم یه مقدار سانه برام پیش اومد که خوردیم به کوه بعد تو هم دوره آموزشی من شوری دو تا استاد اون با هم یکی بودیم خوردیم به کوه ساعت 11 نیم شب بود که استادم بخواد اینکه شب بود اون تنها چراغی که روشن بود از هلیکوپتر ما از تو گوجل لایت اون چراغ قرمز بالا کوه که چشمک زنه اون روشن بود خاک زیاد شد استاد به ما اعلام کرد که به برج وقت که امرجنسی اجفایر موج موتور آتش گرفته که ما بیایم برای نشستن موتور خاموش به موتور آتش گرفتن موتور بشیم بزنیم بعد که نزدیک باند شدیم چهار تا آتش نزدیک برن نور انداخت زیر هلیکوپتر چهار تا مزون برن انداخت به ما گفتن نه موتور آتش نگیره بدن هلیکوپتر سالمه فقط پایه هلیکوپتر آویزونه سر دو پایه هلیکوپتر آویزونه زیر هلیکوپتر ما اومدیم وایسادیم اونجا تو باند نشستیم وایسادیم بالا هاور که اون زیر هلیکوپتر پایه ها رو بریدن پایه بردن لاستیکاشو ما زیر هلیکوپتر داشتم بالا مثل مرغ هلیکوپتر روی لاستیکا نشست تقریبا ساعت 12 شب بود منو شیرده رو بردن بیمارستان تقریبا اون موقع دوران اون سال 55 بودش این 54 بود اصفهان دوران اون آموزشمون این آموزش منو شیرده دوره استادی میدیدیم بعد اتفاق افتاد و بعد ما رفتیم بردن ما رو بیمارستان 520 که مشو بستری کردن شب ولی خصوصا سه واسه ملاقات ما چطور برام افتاد سلامت ما رو پیگیر شد و بعد کارش را از شما تو برامون نفته بلا بازه شما برگشت
به تهران. منظورم برای خلبان براش اینقدر اهمیت داشت که خصوصا فرمود اون روز. البته من میگم خصوصا شاید خیلی ناراحت بشن چون اسم خصوصا داره. خصوصا پایگاه گذار هواپیمای ایران بود و پایگاه گذار هلیکوپتر ایران بود. اگر واقعا این هلیکوپتر نبود این جنگ اصلا من فکر نمی‌کنم نتیجه پیدا می‌کرد. چون اونجا توی موزه دفاع هنری من عرض کردم که اون ایران خیلی مؤثر بود تو جنگ، ولی عقب دشمن نمی‌زد. این هلیکوپتر هوایی بود که جلو دشمن داشت که جلو تانکای بتون به شهر نزدیک بشه. کار هلیکوپتر دیگه. اون در بعضی موارد از هواپیما درو می‌کرد برای بمباران ستونای تانکای عراقی، ولی خب کاربرد اصلی هلیکوپتر بود که یکی دونه بدونه تانکار از عقب دشمن نمیزد، جلو دشمن نمیزد، بعد تانکار رو میزد، تانکا مثلا گیر میکرد، یکی بعد بنده خدا نمیداد چیکار بکنم، نفرات پیاده میشن میرن هلیکوپتر رو ول میکنن، به امید خدا بعد خلبان یکی یکی میداد منده بشون میکردن تانکا. ما به چش میدیدیم که نفری نیست تو باید، بعد تانکا منده میاد نفراتش فرار کرد سرسگی، چون سوز عقب سوز عقب چلو سوز زده شده بود، تانکا وسط مونده بودن. بعد هلیکوپتر کبرا یکی یکی مثلا زیر نامبود میزدن. و یه سوال ببخشید، از آموزشتون گفتیم با چی بودی با هم آموزش میدین؟ با چه هلیکوپتری آموزش میدین؟ من جت انجینیر 205 هر دو هم مستلم یکی بودش دوره 205 اون جت انجینیر با یکی دیگه بودیم. دوستان استاد ما مثل لونار بود 205 آمریکایی ما دوره 205 می دیدیم با مثل لونار بود استاد من شیردی بودش 206 جت انجینیر و 205 205 اون یکی دیگه بود و 206 اون 205 اون آقای لونار استاد ما بودش که جنگ ویتنام بود به ما آموزش داد. حتی این استاد به ما یاد داد که چجوری رو لاستیک بشینیم. این همین تجربه اون موسا که جنگ ویتنام اسکیدش از دست داد رو لاستیک نشود برای ما پیاده کرد که چجوری رو لاستیک بشینیم. بعد یه سال برام پیش اومد ما خودم پیشنهاد دادیم که لاستیک آماده کنید به رو لاستیک بشینیم. لاستیک آماده کرد ما اون رو اگر سانه رخ داد شما و شیرودی سوار جت‌انجینر بودید. 205 آره تقریبا 11 شب بود زدیم کوه. آخه مگه اینسترومنت برای پرواز شبانه داره؟ ده هلیکوپتر میخوام دور شبو میدیم بود با بود پرواز می‌کردی شب پرواز. بعد یه بود یه سیستمی که جلوی هلیکوپتر من با دستگاه پرواز می‌کرد. تو نه یه چیزی رو یه چیز آموزش می‌کردن تقریبا مثل کلا بود لبه کلاهی داشت جلو چش رو می‌گرفت که فقط دستگاه رو می‌دیدی. دستگاه رو می‌دیدی هیچ اطراف دید نداشت با دستگاه پرواز می‌کردی. ما آرتیمدرس سیدینگ مون اینقدر آف بود از ارتفاعمون یه بودم خودمون پایین بودیم که بعد به کو برخورد کردیم. به کو برخورد پای هلیکوپتر شکسته بود. بعد که بزنیم بدن هلیکوپتر واقعا از وسط شکاف برداشته. بدن هلیکوپتر از وسط شکاف شانس بودیم که تو ارتفاع داغون نشدیم. ببین حالا یه سوالی رو برای یه عده زیادی وجود داره، خلبان هواپیما وقتی برای ثانیه به وجود بیاد دیگه آخرین راهش اینه که اجک بکنه. دستگیره رو میکشه و میپره بیرون. ولی خلبان هلیکوپتر حالا ما داریم میگیم در معرکه جنگ چه ترابریش مثلا چه شکاریش کبرا، اگر برای ثانیه پیش میومد میخواست زنده بمونه چیکار باید؟ ببین من ملخ هلیکوپتر من از یه ببین زیر هلیکوپتر ما گله خود جلو هلیکوپتر من تو عملیات اطراف سومار نورسود و مثلا نقیل بود؟ نه 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 عملیتی اصل بخواست یه حمله به دشمنی پاتکی به اطراف سومار و نورسود اونورا بزنن و بخش به پاوه و نورسود بود بزنن. ما توی عملیت رفتم اونجا ریسکیو بودیم. ما در برگشت که داشت میادیم یه گوله خورد به زیر باتری من یه کاب منکاب داریم به این کلوفتی تقریبا بوده قطر 5 سانته با کار پنجه زدم کابل ما کابل پاره شد. سیستم اسکست ما، سیستم هیدرولیک ما، سیستم تمام سیستم ما رفت، تمام برق هلیکوپتر کاملا قطع شد. ما هلیکوپتر شد مثل چجوری بگم مثل اسب وحشی شد با شاید خیلی سختی. ما اومدیم نوسود هم یه پایگاهی بود که تیکه کورا برده بودن، یه قسمتش پادگان پاسکا بود، یه قسمت هم که امنیت داشت بعد کوچیک برای هلیکوپتر خب به سختی هلیکوپتر وجود گذاشتیم زمین رو ما خاموش کردیم هلیکوپتر. البته اونم خاموش کردیم ما بی کمک من خودشو باخته بودش. وای من پدر شدم وای بدبخت شدم وای بلا شدم اصلا ما رو خورد که من بلکوت رو بزرد دیم دیگه فکر نمی که خاموش کنم دیگه روشن نشه. ما خاموش کردیم چون بزرد لکوت رو بیا بیم چه تا برای لکوت رو بزرد خاموش کردیم. ما رو رفتیم تو پاسکا یه آرامش بده که یه چایی خوردیم که چون آب سرد خوردیم و یه مدار رویه به دست بودیم آمدیم اصلا ساخت نمیزن لکوت تمام سیستم کابل لکوت قد شده اینکه دستار نمیخورد. هلیکوپتر 3-4 روز اونجا موند توی منطقه یه استاد حاج مجید داشت که متخصص همین موتور هلیکوپتر بود این چیزا بود. میامد روزا هلیکوپتر رو تمرین میکرد به یکی دونه دونه استیمار به هم وصل میکرد توی اونجا زیر تیراندازی که اون منطقه هم کردها میکردن هم توپخانه عراق میامد اونجا رو میزد. بعد این بود تمرین میکرد هلیکوپتر. ما بعد 3-4 روز رئیس و پاسه گوه اگه امروز دیگه هلیکوپتر نبرید ما
من هلیکوپتر خودم منظمش می‌کنم به خاطر اینکه کوین هلیکوپتر ما هر روز چند تا شهید می‌دیم به خاطر هلیکوپتر با هر گوشه بود ببرید ما خود من خلبانش بودم دیگه همین بود همین هلیکوپتر 214 بود اشاره این قسمت این جلوش تیر خورد اینجا یک مین کابل اصلی داریم که تمام سیستم برق هلیکوپتر از جلو چیز میشه به عقب و به موتور اینا بس میشه اون کابل اصلی پاره شده بود اینجا بعد این روش کار کرد و بس کردیم بر سیما رو بعد وقتی ما زنگ زدیم که میشه آقا میگن اینجوری بعد این کارو بکنیم ما تقریبا نمیدونستم چقدر میدونستم سوخت داریم ولی فکر میکنم که تو کرموشو برسونیم گفتم من هلیکوپتر میارمش ولی به این شرط که بیام تو یه جا بشینم وسط دوباره سوختگیری بکنم بعد دوباره ادامه پرواز بدم اومدیم با آقای خدا رحمتش بکنه آقای احمدرضا هاشمی بود اومدیم من کسپالو بود اومدیم من اونجا یه هلیکوپتر رو آوردیمش تا شهر رمانسر فکر میکنم بعد از تو جاده همین نوسود به کرموشه رمانسر بود چی اسمش یادم رفت برای مرزمان پیم اونجا نشدیم با حلب یه 45 تا حلب سوخ زدیم که بتون تا کرموشه ما رو بیاره که تقیقا ما آمدیم کرموشه نشستیم تو باند هلیکوپتر گذاشتیم یک تاریک شد دیگه تانسل بود ما هلیکوپتر گذاشتیم تو کرموشه و بعد آقای اون افسر عملیات این آمدیم گوسفندی کشتن به خاطر اون که سلامت نشد من بنی سلامت دار شد نمیدونم به خاطر شاید خاطر هلیکوپتر گوسفند چه هلیکوپتر به خاطر هلیکوپتر کشته چون براش شد خلامو نمیدونم چقدر ارزش داره ولی خب پس یعنی شما تنها راه چاره اینه که هلیکوپتر رو بشونید بشونیمش هیچ شاید نداره که خودمون نمیتونید مثلا هیچ شاید قابل با کنین بپرید دیگه هیچ کجا بپرید مثلا تا چند متری زمین بیارید بشه نه دیگه خوب بپره با هلیکوپتر میخواد بیفته سر خودمون مثلا حالت اتومات بذارید نه خب ما سیستم دست داده بود بین هلیکوپتر بعد چی گفتم اتومات ما دست داده بودیم هیدرولیک دست داده بودیم بعد از اون بعد تمام هیچ سیستم رو که چلو چه جهت داریم کجا هستیم چقدر ارتباط داریم دید داشتیم ولی سیستمش خوب کار نمیاد این کل سیستم باقی ما کار افتاده بود یه جلیقه زده گلوله فکر کنم داره آره جلیقه زده گلوله داره اون کو چیزه بود میشه قاتل ما بود جدی چون زی تا اینجا می اومد ضربه که بود گردن بچه‌ها قطع می‌کرد که خدا رحمت بکنه اون بنده خدا که تو همین پادگان نوزوس با احمد چمرال سانه دادن آقای مهدوی چی بود اونا سانه دادن زده گلوله گردن باشه که گردنشون رو فشار خون رو آردنی کردن این زلده گلوله که بایدشون گردنشون رو پاره کردن اون اینجاهاشون رو بخواد این شهیدشون کردن بعضش هم سنگین بود بعد جلو رو میاد نمی اینجا نمی اومد فقط اینجا می اومدش یه هلندی اینجا رو قطع میکرد آخه میدونین خلبان هواپیما این تأمین رو داره که در صورت ایجکت میکنه سانحه ایجکت رو داره ما چی نداشتیم اون علاقمندی که مثلا میرن خلبان هلیکوپتر میشه با چه تأمینی تو اون کابین میشینه فقط نشستن دیگه باید بیر بشونه هلیکوپتر همین مثلا اگر وسط هوا و زمین مشکل باشه اون هلیکوپتری که توی پاوه در واقع شهید چمران خواسته بود اونا همین بود همین دارم میگه همین بعد دارم میگم زده گولش باعث شد این کوه کشته شد هم زده گول ملخش اومد بشینه ملخش خورد به کوه ولی هارلندین کرد این زده گول باعث شد که از بعد جفتش هم بره یه هارلندین شد جز اینکه کنترل بکنه و بیاره بشونه نداره دیگه نداره مثلا من یه بارم باز ملخ ما توی فکر کنم سقز بود گوله خورد ملخ هلیکوپتر سولاخ شد بالا ما اومدیم پیشو پر کردیم باشه زیر چسب و قلو زدیم چون پر کردیم یه کاری که واقعا از خوب یعنی اصلا به یه آمریکایی یه استاد اون بگیم کنم ما کردیم اصلا قابل تعجبه که باور نمی کنم ولی خب ما واقعا دین رو به کشور ادا کردیم با این ریسکایی که می کردیم پروازهایی که می کردیم من اصلا تخلیه کردم اون رفتم عقب اصلا امکانش صفر بود یه آمریکا این رو کنه بردار بیاره عقب استاد آمریکایی هیچ ریسک این ریسکا رو نمی کردن ولی ما این ریسکا رو می کردیم به خاطر بچه‌نمون به خاطر کشورمون به خاطر ملتمون کارمون کردیم ولی خب اصلا ما میذاشتیم اونجوری به قول یار مولده بهش میکردن ما با اون شرایطی که خودمون میدونیم چی بعدش این اصل وحشی بود هیچ کنترل نداشت هیچ نه هیدرولیکش کار میکرد نه اسکسش کار میکرد یه بار این ور میشد اون ور میشد ما بالاخره با ترس و لرز و دلوره اون میشه میشه از سوخی کردیم با خودمون بگه تازه رادیو نداشتیم که با تماس ما در چه وضعی داریم به کجا هستیم بدون رادیو که به باش تماس بگیریم اطلاعات موقعیت رو بلا حتی اعلام بکنیم فقط اونو میسن ما بلند شدیم با اون پادگان تلفن تماس گرفت آقایان بلند شد داره میاد سمت روانسر سوخت هم واده کنه میره روانسر میشه سوخت گیر کنه همینجا بلند شدیم بیام کرموشه هیچ اطلاعات رادیو یه برجی نه با برج تماس بگیریم